بسن؟ بخیر آمدین؟ کارای خانگی تان اجرا کردین؟ بله. درس گذشته مو چی بود؟ کدام حرف بود؟ حرف دید و چشمه بود؟ دید و چشمه چند شکل داشت؟ چهار شکل داشت. کدام قسمت های کلمه می آمد؟ آفرین، داخر تنهایی. خب این بوده از درس گذشته ما. درس جدید ما شما که هست معرفی حرف گاف است. معرفی حرف گاف. گاف به مانند کاف دو شکل داره. گاف به مانند گاف دو شکل داره. گاف نیمه، گاف پوره. گاف گ صدا میده. چی صدا میده؟ گ. چی صدا میده؟ گ. خب ببینید گاف مثل کاف نوشته میشه، فقط فرقی که داره یک خط دیگه در قسمت بالای خود داره. درست است؟ گاف صدای گ میده. یک مرتبه من میره بر شما اشاره میکنم، شما دقیق باشین. ببینین گاف از بالا میایم به سمت پایین، بعد یک خط میتین و یک خط نیمه دیگه در قسمت بالای از میتین. گاف پوره که هست به می شکل نوشته میشه، وقتی خط شکل موندین دوباره یک خط نیمه دیگه در قسمت بالای از میمونین. درست است؟ همین اشاره رو شما کنین که ما متوجه شو. آفرین. بله، گاف پوره چه قسم است؟ همین شکل نوشته میشه، آخرش میره بالا. درست است. خب امیره یک مرتبه من بر شما اشاره زمینی میکنم، شما دقیق باشین. در اشاره زمینی ببینین متوجه شوین. خب ببینین گاف نیمه از بالا آمدین به سمت پایان، یک خط نیمه، اول یک خط کش میکنین، بعد یک خط نیمه در قسمت بالایش میمونین، این میشه گاف نیمه. گاف پوره به می شکل نوشته میشه، اما قسمت آخرش کمی میره بالا، وقتی که زبرش دادین یک خط نیمه دیگه در قسمت بالای زیمه مانین، این میشه گاف نیمه، این میشه گاف پوره. یک مرتبه می حرکت شما اجرا کنین. گاف یک کلمه بگویی؟ بگو. برگ. آفرین. گندم. آفرین. مثلا کلمه گل. درست است؟ در تمام از اینا کدام حرف آمدن؟ حرف گاف آمدن. گلکار. کدام صدا رو میتن؟ صدای گ میتن. خب شما به این حرف آشنا شدین. حالا میریم اشاره نوشتاری براتون میکنم، خوب دقیق باشین. ببینین گاف نیمه به این شکل نوشته میشه، یک خط میمونین، بعد یک خط نیمه در قسمت بالای ازی میمونین، و گاف پوران که هست به می شکل است نوشته میکنین، اما قسمت آخرش کم میره بالا، این میشه گاف پوره. شکل نوشتاریش به شکل کاف است، اما تلفظش صدایش فرق میکنه و یک زبره که دیگه در قسمت بالای خود داره، این گاف نیمه و این گاف کوره. درست شد؟ این حرف شناختین؟ خب حالا کتابایتون رو باز کنیم ببینین. درس 16 هم ما. درس 16 هم عنوان درس ما از کمک در خانه. اصلا کمک کردن چی فایده داره؟ خوب است یا بد؟ خوب است دیگه؟ شما در خانه با اعضای فامیلتون کمک میکنین؟ آفرین. پس خوب همکاری دارین در خانه. کمک و همکاری در هر حسه‌ای که باشه در خانه خیلی خوب است. درست است؟ در خانه خیلی خوب است. در هر حسه ما میتونیم که با یکی دیگر کمک کنیم، همکاری کنیم. درست است؟ ببینید در این قسمت هم بر شما عکس ها همی چیز نشان دادن. این خانم امرای همسر خود شیشته. متوجه هستین؟ چی میکنن؟ گوشت توتا میکنن. اردوش کمک میکنه. امرای خانم خود کمک میکنه. درست است؟ در این عکس ببینین اگر خانم جارو میکنه، این مرد چی میکنه؟ یام داره جمع میکنه. درست است؟ خوشای گندم دی جمع میکنه. پس چی میشه؟ با یکی دیگه دارن کمک و همکاری میکنه. درست است؟ متوجه شدین؟ خب پس میریم قسمت پایان جمله را میخونیم. ببینین خوب دقیق باشین که اول ما براتون بخونم. ما در کارهای خانه به همدیگر کمک میکنیم. ما در کارهای خانه به همدیگر کمک میکنیم. یک دفعه از پشت من بخونین، تکرار کنین. ما در کارهای خانه به همدیگر کمک میکنیم. آفرین. خب امی جمله رو براتون سر تخته نوشته میکنم که این حرف شما بشناسید. درست است؟ کلمه ما حرفایش رو بگوین؟ آفرین. کلمه در بگوین حرفایش؟ در. چی میشه؟ در.
آفرین، کلمه کارهای بگوین. ر ه آ ی. آفرین، ای شد کارهای. کلمه خانه بگوین حرفاشه. آفرین، ن ا چی میشه؟ خانه میشه. آفرین، شما خوب صدا کشی میکن. کلمه ب بگوین. ب ا ب همدیگر. ببینین ه ا م د ی گ. اینجا حرف گ آمد، درست است؟ و در آخرش ر میگیره. همدیگر، کمک. بعد از اینکه جمله را براتون نوشته کردیم، سه کلمه براتون میگم که در این سه کلمه ببینید شما حرف گفت در کدام قسمتش آمده. مثلا یکی از این کلمه‌هایی که خودتون گفتید، کلمه برگ، در کدام قسمتش حرف گاف آمده؟ به هم دیگر بودیم. مثلا خاصیس بعد از کلمه به هم دیگر نوشته که امنی هم دیگر حرفاشو گفتن ه میم دال یا گاف ر. گاف گفتیم صدای گ رو میتونه اینجا. بعدش کلمه کمک میکنیم. جمله رو ختم کردیم، حالا یک چند کلمه نوشته میکنیم که در او حرف گاف آمده باشه. مثلا کلمه برگ، مثلا کلمه سنگ. سنگ یا فرض مثال کلمه چی؟ گرام. گرام. خب ببینید در این قسمت ها ما بر شما حرف گاف نشان میتون. اول جمله را میخوانیم. ما در کارهای خانه و همدیگر کمک میکنیم. در کلمه همدیگر گاف در کدام قسمت آمده؟ در وسط آمده. صدای چی رو میته؟ صدای گ میته، درست است؟ پس اینجا ما این رو حلقه میکنیم، یعنی این حرف امروز ما معرفی کردیم و شناخت. بعد از او در کلمه برگ، برگ در کدام قسمت آمده؟ در آخر آمده، درست است؟ در آخر آمده. صدای چی رو میته؟ گ. در کلمه سنگ در کجا آمده؟ در آخر آمده. آفرین. و در کلمه گرام در کجا آمده؟ در اول آمده. صدای چی رو میداد؟ صدای گ. صدای چی رو میداد؟ گ. خب این بود از درس امروز ما که ما گفتیم حرف گاف دو شکل داشت، یک شکل نیمه یک شکل پوره. این رو اشاره کردیم، گفتیم یک خط نمیشه، میایم طرف پایین و طرف چپ میریم و یک خط مایل بالای زی میماریم، یک خط نیمه. این میشه گاف نیمه، گاف پوره. به می شکل نوشته میکنیم، اما قسمت آخرش کمی میبریم بالا، دوباره یک خط کج میتیم و یک خط نیمه در قسمت بالاش. این از گاف پوره. و در جمله در کلمه همدیگر شما گاف خواندین و شناختین که صدای گ میداد. در کلمه برگ در قسمت آخرش آمده بود حرف گ. در کلمه سنگ در قسمت آخرش آمده بود. و در کلمه گرام گ در اولش آمده. و این رو میفهمیم که صدای چی رو میده؟ صدای گ. صدای چی رو؟ گ. خب همین حرفای برگ شما یه دفعه برما بگوین. ا ر گ. آخر است؟ کلمه سنگ بگوین. سنگ یک بخش است نه؟ حرفایش بگوین. ا ن گ. باز حرف گ در کدام قسمت آمده؟ در آخر آمده. کلمه گرام بگوین. گ رام دو بخش است نه؟ حرفایش بگوین. گ ا ر ا م. یک بار دیگه بگوین. گ ا ر ا م. این بود درس امروزتان. مشکل نداره نجای؟ هیچ کدومتان؟ موفق باشین. کار خانگیتان از روی درس نوشته میکنین، چهار کلمه نوشته میکنین که حرف گاف نیمه و گاف پوره در او آمده باشه، درست است؟ مثلا یک کلمه براتون میگم، کلمه ریگ، گاف پوره در آخرش آمده. شما به می قسم چهار کلمه نوشته میکنین که این حرف درش آمده باشه، درست است؟ موفق باشین.